این گروه زنان و دختران از آینده کشورشان نگرانند. آنها باور دارند که کشورشان را پاکستان اشغال کرده است، هرچند مقامات پاکستانی دخالت در امور افغانستان را رد میکنند. تنها طالب نیست، پاکستان اشغال کرده افغانستان. با مهمات جنگیشان داخل افغانستان شدند. یک طلب دیگری تظاهرگران حمایت از جبهه مقاومت با رهبری احمد مسعود است. آنها از جامعه جهانی میخواهند که صدای آنها را شنود و حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد. دلیل هراس از حکومت طالبان را یکی از شرکت داران نمایش چنین شرح داد: چون هیچ کس آزادی نداره، ما آزادی بیان نداره، ما نمیتونیم از حقوق خود دفاع کنیم. دو خانه که آزادی نباشه، گپ زدن نتونید، اونجا زندگی ممکن نیست. فکر کنید که شما در قبر هستین، تمام، فقط یک زنده هستین، نان میخورین، تمام. مقامات پاکستان همیشه حضور خود در افغانستان به خصوص حمله به دره پنجشهر را رد کردند، ولی این گروه زنان دختران افغان مقیم تاجیکستان باور دارند که محض دستگیری پاکستان باعث شده است که افغانستان به دست طالبان افتد. در آغاز قرار بود این نمایش اعتراضی در حوله سفارت برگزار شود، اما بعدا آن را به داخل بنا کوچاندند. یک مسئول سفارت به ما گفت سبب این بود که آرامی اطراف خلل دار نشود. این گروه زنان و دختران امید دارند که صدایشان شنیده می شود، چون این اعتراض فعلا تنها کاری است که آنها می توانند علیه طالبان انجام دهند. گروهی که یک ماه پیش کابل را صاحب شد و گفت مقصدش آرامی افغانستان و خدمت به مردم است.